به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران در سراسر ایران عزیزمون. هر کجای ایران اسلامی تشریف دارید، دلتون شاد، لبتون خندون و انشاءالله که تنتون سالم باشه. عرض احترام دارم خدمت اولیای بزرگواری که سر کلاس ما نشستن. خیلی از بچه ها گفتن آقا ما با اولیامون سر کلاس میشینیم. قدم اولیاتون بر سر ما و به روی دیدگان ما. از راه دور همه تون رو ابراز علاقه میکنم و ارادت قلبیم رو خدمت شما تقدیم میکنم. از بذل محبت هاتونم تشکر میکنم. خیلی از بچه ها تو پیام هاشون خیلی بذل محبت کرده بودن، ممنونم. شما خودتون خوبید که فکر کردید ما خوبیم. از همه تون ممنون و متشکر هستم. اما رسیدیم به پایه 12 و درس اول. از صفحه 2 کتاب شروع میکنیم. بچه ها پایه 10 با 12 درس دادن ما چند تا فرق داره. 1. الان ما تو 12 بچه ها واو و واو کتاب رو میخونیم و هم نکته و تست و هم تشریحی. من به شما قول میدم اگر در درس دین و زندگی دستت رو بگذاری در دست من از همون راه دور و مجازی، آره من فکر محرم نامحرمش هم کردم، از همون راه دور دستت رو بذاری تو دست من، یعنی چی؟ یعنی هر کاری میگم بکنی. بهت قول میدم. ببین داره این کلام من ضبط میشه، بماند برای آیندگان. بالاترین درصد در کنکور دین و زندگی خواهد بود، بالاترین نمره امتحان نهایی دین و زندگی خواهد بود. بهت قول میدم. آقا ناصری چی کار باید بکنیم؟ هیچی. من هر جلسه امروز مثلا اگر خدا عمری بده به بنده درس 1 12 رو تقدیمتون میکنم. خب تا هفته بعد شما زحمت بکشید حداقل 100 تا تا 150 تا، بیشتر از 150 تا هم نمیخواد مگر اونایی که دیگه خیلی کارشون درسته، تست بزنید. 100 تا 150 تا تست بزنید. و پیشنهاد میکنم هر کتابی که دارید کتاب خوبیه. ببینید دین و زندگی چه کتابایی تو بازاره. یکی از بهترین کتابایی تو بازار میکرو طلاییه. یکی از بهترین کتابای بازار کتابای بهمن آبادیه. بعد از اون کتاب خیلی سبزه، بعدش میاد میکرو، بعد میاد مهر و ماه، همینجور بیا پایین. همه یک هر کی هر کتابی داره خوبه بچه ها. ببینید هر کتاب دینی دارید خوبه. آقا ناصری ما میکرو طلایی پارسا رو داریم، قبوله. ما بهمن آبادی 2 سال پیش رو داریم، قبوله. گوش کن، توی مثلا دینی 11 کلا یه دونه آیه عوض شده، اونم اشکال نداره. شما هر کتاب تستی داری، فقط مهم اینه که 100 تا دونه تا 150 تا دونه تست بزنید. از همکارانم در مجموعه شما من درخواست میکنم اگر بتونن یه تعداد تست در اختیارتون قرار بدن. ما خودمون سر کلاس تست میزنیم، اما مهم اینه که از این هفته تا هفته بعد تو خودت تو خونه، من جای شما باشم بچه ها 25 تا تست میزنم. یعنی چی؟ 25 تا اول تست بزن و درصد بگیر، درصد بگیر. زماندار نمیخواد الان فعلا بزنی. تو کنکور 25 تا سوال دینی 17 دقیقه وقتشه. الان تو 25 دقیقه تو نیم ساعت هم زدی اشکال نداره. درصد بگیر، تعداد صحیح ضرب در 3 منهای تعداد غلطات تقسیم بر 3 ضرب در کل سوالات، آخرش هم ضرب در 100. یه جا ثبت کن برای خودت. بعد 25 تای بعدی رو بزن فردا، 25 تای بعدی رو بزن پس فردا. یعنی روز 17 دقیقه برای دینی وقت بذار. کار زیادیه؟ نه به خدا. ما که درس رو کامل میدیم بچه ها، ما هم تستی درس میدیم هم تشریحی. یعنی کلی سوال جواب بهت میگم که تو قصه امتحان نهایی نخوری انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. با این مقدمه 4 دقیقه ایم که خیلی مهم بود، 4 دقیقه حرف من تا آخر سال برات مسیر راهه، یاد باشه. تفکر اندیشه. آقا ناصری از اینا هم سوال میاد؟ بله. چرا نیاد؟ چرا نیاد؟ متن کتابه. اندیشه
بچه ها جالب اینه مراحل ظهور اندیشه چیه و رسیدنش به عمل. سوال این میشه مراحل، خب فکر کنم اینو باید اول بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، الان یاد بنویسه. مراحل ظهور اندیشه و رسیدن آن به عمل، و رسیدن آن به عمل را توضیح دهید. مراحلش چیه؟ اندیشه بچه ها مانند یک بذریه، اندیشه مانند یک بذریه کجا جوانه میزند؟ در ذهن جوانه میزند. کجا ریشه میدواند؟ در دل و قلب ریشه میدواند. برگبارش به صورت چی ظاهر میشه؟ به صورت اعمال ظاهر میشه. دیگه چی داری بگی درباره اندیشه؟ اندیشه بچه ها اولا یک، بهار جوانی رو پرتراوت و زیبا میکنه، دومن استعدادها رو شکوفا میکنه، سومن امید به آینده رو نوید میده، آینده تازه زیباتر، چهارمن برترین عبادته. کتاب تو باز کن با من بیا جلو، یعنی هر کاری من میگم بکن. بله فایل درس بعدا در اختیارت قرار میگیره نمیگیره من ایناشو نمیدونم، تو الان با من بنویس بیا جلو. افضل العباده، برترین عبادت بنویس چیست؟ برترین عبادت بچه ها چیه؟ اندیشیدن مداوم درباره خدا و درباره قدرت خدا. من میخوام درباره خدا فکر کنم، درباره چیه خدا باید فکر کنم؟ اندیشیدن درباره هستی خدا یا چیستی خدا؟ هستی خدا، نه چیستی خدا. حالا بهتون میگم چرا، تو درس امروزمونه بهتون میگم چرا. تموم شد، صفحه 2 کتاب بود. دیدید از آیت قرآن رد میشیم دیگه، ببخشید ما قرائت قرآن کار نمی کنیم دیگه. آره توی مدارس هم متاسفانه خیلی ها کار نمی کنن، ولی واقعیت اینه که نمره مستمر، اصلا 4 نمره مستمر داره که دیگه همه میگن بچه پای 12 هم دیگه قرائت قرآن بلده. اما متاسفانه چون ما شدیم معلم دین و کنکور، ما از معلم دین و زندگی در اومدیم شدیم دین و کنکور، برای همین قرآن رو دیگه بیخیال شدیم دیگه. ببخشید خلاص ما رو. آیا تا کنون برایتان بسم الله الرحمن الرحیم هستی بخش، این هستی بخش بسه جالبه، این شکل رو ناکنی کو این شکله اینجا اینها اینه، میبینی این هستی بخشه، این منظور خداست. آره هستی بخش. آیا تا کنون برایتان پیش آمده که در فضای آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی درباره این جهان پر جنب و جوش تفکر کرده باشید؟ تفکر درباره جهان دوردست، یعنی آسمان بیکران با کهکشانها، منظومه‌ها، خورشید و سیارگان. ما تو دهم، تو یازدهم اصلا اینا رو رد می‌کردیم می‌رفتیم، اما تو دوازدهم اصلا اجازه همچیکاری نداریم. و تفکر درباره همین جهان نزدیک، یعنی زمین با جنگل‌ها، دریاها، بیابان‌ها، جانوران، گیاهان و گل‌های زیبایش. آیا هرگز درباره آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟ به راستی این میلیاردها میلیارد کهکشان و ستاره و سیاره با میلیاردها موجود متنوع از کجا آمده اند؟ موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟ از کی گرفتن؟ چه جوری؟ بچه‌ها این جهان چه جوری به وجود آمده؟ برای به وجود آمدن این جهان سه تا فرضیه وجود داره. برای به وجود آمدن جهان سه تا فرضیه وجود داره. فرضیه اول، یک،
تصادفی. بیگ بنگ، انفجار بزرگ. شنیدید؟ آقا یه تقی به توقی خورد، این جهان با این نظمش به وجود آمد. من یه سوال دارم، من یه مثال ساده میخوام بزنم، یه مجموعه منظم دیگه مثال بزنم. روز حافظه امروز فکر کنم. آره امروز گرامی داشت حافظه، یادی کنیم از حافظ علیهم الرحمه. بچه ها دیوان حافظ چجوری به نظرتون به وجود اومده؟ سوال دارم، دیوان حافظ آیا مجموع منظم هست یا نه؟ بله. چجوری به وجود اومده؟ برای به وجود آمدنه اصلا حد نه جهان، اصلا تو بگو هر مجموعه منظمی، هر مجموعه منظمی سه تا فرضه وجود. یک، تصادفی. حروف الفا رو بچه ها ریختیم رو میز، یه دفعه ای شد الا یا ایها الساقی ادر کأسا و من، شد دیوان حافظ. بچه ها چقدر احتمالش وجود داره؟ بچه های رشته ریاضی احتمال خوندید؟ چند فاکتوریل، چند بیت وجود داره، چند تا کلمت، چند تا حرف داریم، چند هزار، چند میلیارد فاکتوری، اصلا امکان داره؟ تو بگو 1%. تصادفی، حروف الفبا رو ریختیم یه دفعه ای شد دیوان حافظ. مسخره کردی آقا ما رو، آقا ناصری ما رو. یه مجموعه منظم ساده تر بگم، قیمه، خورش قیمه. خورش قیمه برای به وجود اومدنش سه تا فرضیه وجود داره. یک، تصادفی. سیب زمینی و گوشت و لپه رو ریختیم تو آشپزخونه یه دفعه شد خورش قیمه. چی میگی تو؟ مثلا خوبی؟ هیچکی نمیتونه اینو بپذیره. بچه ها این نظریه رده، این اصلا رده. تصادفی هیچکی نمیتونه بپذیره. دو، شعور اجزا. دو، شعور اجزا. کلمات فارسی انقدر با شعورند. الف میگه آقای میم من میرم اون ته و میستم، تو بیا بعد من وایسا. آقای یه شما قبل من، چی میگی؟ مثل اینه که مثلا بگی که سیب زمینی میگه گوشت تو برو زودتر تو قابلمه، لپه بعدش تو برو بعد من میام. آقا ناصری گرفتی ما رو؟ خب آخه پس برای جهان هم یه همین چیزی نمیشه باشه. مثلا خورشید بگه ببین من میرم یه جایی وامیستم، خودم میدونم چقدر فاصله داشته باشم با زمین که نه ذوب بشه زمین نه زمین یخ بزنه، من خودم میرم اینجا وامیستم. بعد ببین به زمین بگو انقدر، به زمین میگه ببین من خودم میدونم کدوم وری بچرخم چقدر بچرخم. هیچ آدم عاقلی نمیتونه این فرضیه رو، این فرضیه هم رده. بیگ بنگ هم فرضیه است. منم فرضیه میدم. به نظر من جهان مثلث است. کی به کیه؟ فرضیه است دیگه. من اینجوری فرض کردم. چیه؟ خب بیگ بنگ، اونا که میگن بیگ بنگ، خب اون انفجار بزرگ کی به وجود آورد؟ تصادفی محاله. فقط یه چیز دیگه میمونه، اونم چیه؟ این که دیوان حافظ حافظ داشته باشه، قضا سراشپز داشته باشه و جهان خالق داشته باشه. برای به وجود آمدن یک جهان و هر مجموعه وجود خالقه. وجود خالق خیلی مهمه و اینه که ما به خالق نیاز داریم. خب بریم سراغ صفحه بعد. صفحه بعد چی میگه؟ میگه آیا نشستی فکر کنی تا حالا این موجودات چجوری وجود اومدن؟ اینا ها بچه ها یه مثال بزنم. این چوبه، این چوب، این به به بذاری ببینم اینجا چه میز و نیمکتی هم هست. به به بذارم بشینم ببینم اینجا هستن. بچه ها اینا نگاه. آره معلومه. این میز و نیمکت، خونتون کمد، اینا برای به وجود اومدنش نیاز داشتن به کی؟ به یه آقایی به اسم آقای نجار. درسته، آقا نجاره اینو به وجود میاره، خدافظی میکنه، میره. الان ما نیاز داریم به آقا نجاره؟ نه.
این ساعتی که به دستتونه یا ساعتی که به اتاقتونه به نظرتون برای به وجود آمدنش نیازمند کی بوده؟ نیازمند آقای بوده به اسم آقای ساعت ساز. الان نیاز دارید بهش؟ نه. اصلا میدونید ساعت ساز شما کی بوده؟ نه. این ساختمون برای اینکه به وجود بیاد، ساختمون خونه شما برای اینکه به وجود بیاد نیازمند آقای بوده به اسم آقای بنا. اصلا الان بهش نیاز دارید؟ نه. اصلا بنای ساختمون تو مرده یا زنده؟ چه میدونم. نیاز داری؟ نه. ما رو این ساختمون رو به وجود آورد و خدافزی کرد و رفت. ساعت ساز ساعت رو به وجود آورد و خدافزی کرد و رفت. من و شما برای به وجود اومدن اون نیازمند به کی بودیم؟ یه خالق. اسمش چیه؟ خدا. خدا میتونه ما رو خلق کنه، خدافزی کنه بره؟ نه. همین الانش هم که هستیم به خدا نیاز داریم. پس ما نیازمندیمون بچه ها به خدا شامل دو مرحله میشه. کجا بنویسم؟ اینجا مینویسم. نیازمندیه موجودات جهان به خدا، کل موجودات به خدا در دو مرحله نیاز دارن. یک، دو، در مرحله پیدایش. در مرحله پیدایش بهش میگن وجود. برای به وجود اومدن ما به خدا نیاز داریم. دو، در مرحله بقا. ما همین الان برای اینکه بقا داشته باشیم به خدا نیاز داریم. فرق ما با ساعت مچی و ساعت ساز، اون فقط تو این مرحله به خدا نیاز داره، اما ما در مرحله بقا هم به خدا نیاز داریم. بچه ها دقیقا کتاب همینو گفته. هاکم اینا ها نیازمندی جهان به خدا در پیدایش. اینو بزن یک. نیازمندی جهان به خدا در بقا. ببین نیازمندی خدا به جهان در پیدایش و در بقا. پیدایش هر کدام از ما، بریم سراغ متن، هر کدام از ما بر اساس فطرت خیش خدا را میابیم. بچه فطرت خیش یادتونه دینی دهم اینجا دیگه، چون تو دینی دهم خوندی تو دوازدهمی هستی، تست ترکیبی میدن. فطرت خدایرا، سرشت خدا آشنا، یادتونه درس دوی دهم دقیقا همونه. فطرت خیش این چیه؟ این همون فطرت خدایرای دیگه، چون ما فطرتا خدایرایم. بچه ها اگه خواستید به یه آدم لایک یعنی بیدین، هیچ دینی نداره، خواستید خدا رو بگید، قرآن و انجیل براش ما نکنی ها، خود چی بگیم؟ این مثال منو براش بزن. بگو تصور کن سوار یه قایقی، داری برای خودت تو اقیانوس پارو میزنی تک و تنها. یه دفعه هوا ابری، بارون، آقا طوفان میشه، قایقت میشکنه. وای طوفان. اونجا هیچکی نی، خودتی و خودت. ای یکی کمک میخوای؟ آره اون خداست. میخوای بهش بگو گاد، میخوای بگو الله، میخوای بگو رب، اون خداست. فقط یاد باشه بچه ها، چون ما فطرتن خداگراییم. خیلی جالبه ببینم اینم میکنیم این. چون ما فطرتن خداگراییم، علت فطرتن خداگراییم علت، برای همین خدا را میابیم، حضورش رو درک میکنیم. معلول دیگه، علت معلول رو میدونی، هر چی اتفاق اول میفته علت دو معلوله. 90% ویرگولای کتابتون هم علت معلوله. 90% ویرگولای کتابتون قبلش علت بعدش معلول، قبلش علت بعدش معلول. به روشنی میدانیم در جهانی زندگی میکنیم که آفرینندگی حکیم.
یادتونه اصلا علت همینه، اصلا چون آفریدگار ما حکیمه، آفریننده حکیم آن را هدایت و پشتیبانی میکند و به موجودات مدد میرساند. با وجود این شناخت اولیه، قرآن کریم ما را به چه چیز فرا میخواند؟ قرآن کریم ما را به چه چیز فرا میخواند؟ جواب: قرآن کریم ما را به معرفت عمیق‌تر درباره خداوند فرا می‌خواند و راه‌های گوناگونی را برای درک وجود خدا و نیز شناخت صفات و افعالش به ما نشان می‌دهد. یکی از این راه‌ها، کدوم راه‌ها؟ یعنی معرفت عمیق به خدا، یعنی درک وجود خدا و نیز شناخت صفات و افعالش. یکی از راه‌های معرفت عمیق درباره خداوند و راه‌های گوناگون برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعالش، تفکر درباره نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به آفریننده است. این مطلب را استدلال کنید. برای این کار میخوام صغرا کبرا چینی کنم. بچهای انسانی میفهمن چی میگم. صغرا کبرا چینی یعنی چی؟ میخوام ثابت بکنم. یه مقدمه کوچیک میگم، یه مقدمه بزرگ میگم، نتیجه گیری رو تو میکنی. میگی نه نگاه کن. اون نتیجه رو که من میخوام تو میکنی. میگی نه نگاه کن. مثال. الان آقای فیلم بردار اینجا نشسته، ماسکم زده، به جای یکی هم دوتا. این یه واقعیت. مقدمه یک: آقای فیلم بردار ماسک به صورت دارد. مقدمه دو: من هر فیلم برداری رو که سر صحنه ماسک میزنه رو دوستش دارم. چه نتیجه میگیرید؟ من آقای فیلم بردار دوست دارم. تمام شد. دیدی؟ اگه میخوای انقلت وارد کنی به مقدمه های من وارد کن. بگو نه نه فیلم بردار ماسک نزده. اگر میتونی وارد، ولی نمیتونی وارد کنی. الان نها کنید، من دوتا مقدمه میگم، میخوام ثابت بکنم بچه ها که ما در پیدایشمون به خدا نیاز داریم. بدون چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ میخوایم ثابت کنیم در پیدایش خودمون به آفریننده نیاز داریم. برای این کار مقدمه چینی اینها. بچه ها اینا کن اینجا رو ستاره اول بنویسید مقدمه یک، ستاره دوم بنویسید مقدمه دو، ستاره سوم بنویسید نتیجه. صغرا کبرا چینی میکنم. مقدمه یک: اگه کسی شک داره بگه، کسی انقلت میتونه وارد کنه وارد کنه، عمرن نمیتونی. اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده میابیم که وجود و هستی من از خودمان نیست. بچه شک دارید وجودمون از خودمون نیست؟ کسی میتونه بگه وجودم از خودمه؟ عمرن از خودت نی. در اشیاء پیرامونت هم نگاه کنی همینه: حیوانات، گیاهان، جمادات یعنی جامدها، ستاره ها، زمین، کهکشان ها، همه و همه پدیده هایی هن که وجودشون خودشون نیست. مقدمه دو: پدیده هایی که وجودشون خودشون نیست، برای موجود شدن نیازمند پدید آورنده ای هستن که خودش پدیده نباشه بلکه وجودش خودش باشه. میگه چیزایی که شیرین نیست، چای شیرینی که شیرین نیست، برای شیرین شدنش نیاز به چیز شیرین داره. درسته؟ شک داری؟ درسته دیگه. اینها همانطور که چیزایی که شیرین نیستن، برای شیرین شدن نیاز به چیز شیرین دارن که خودش شیرین باشه. عبدالرحمن جامی این معنا رو در دو بیت، من سوالی ندیدم. جمعه آزمون دارید. جمعه اصلا همه مؤسسات آزمون دارن. قلمچی هست، گزینه دو هست، علوی هست، گاج هست، همه مؤسسات
شما رو هم نمیدونم. شما آزمون داره بچه‌هایی که پشت صحنه هستن خبر دارن؟ خبر ندارین؟ جمعه آزمون داریم؟ نمیدونم. بچه‌های آره این بچه‌های تدوین و چیزن داره. هر آزمونی درس یک بیاد این بیت اصلا این دو بیت توش هست. تو چه عجیبه. آره همه جا هست. خیلی باحاله. من بیت رو بگم. بیت میفرماید که ذات نایافت از هستی بخش چون تواند که بود هستی بخش. خشک ابری که بود ز آب تهی، ابری که خودش خشکه ناید از وی صفت آب دهی. چجوری میتونه خیس کنه؟ ها؟ پس یعنی چی؟ یعنی پدیده هایی که وجودشون از خودشون نیست برای موجود شدن نیاز پدیدآورنده هستن که خودش پدیده نباشه بلکه وجودش از خودش باشه. آری در آفرینش است یک موجود فقط در چه صورتی؟ فقط در چه صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست؟ جواب در صورتی که خودش ذاتاً موجود باشد. آقا ناصری ذات یعنی چی؟ ذات یعنی چی؟ ذات یعنی یه مثال باز بزنم بچه‌ها. الان بگم ذات یعنی چی شما همتون میگید آقا یعنی ته نهان آره خمیر مایه همه اینا درسته سرشت هر چی تو بگی درسته. من این مثال ساده میزنم ذات رو بفهمی یعنی چی. بچه قضا میخورید قضا شوره، شوری قضا ذاتیه؟ شوری قضا ذاتی نیست. شوری قضا از چیه؟ از نمکه. شوری نمک از چیه؟ از سنگ نمکه. سنگ نمک چی؟ سنگ نمک ذاتن شوره، این دیگه عقبتر نداره. چای شیرین میخوری شیرینه، شیرینه چای شیرین ذاتیه؟ نه. از چیه؟ از شکره. شکر از چیه؟ از نیشکره. نیشکر چی؟ نیشکر ذاتن شیرینه، این ذاته. میگن طرف بد ذاته یعنی اصلا این باباش هم فلانه، بد ذاته یعنی به عقب برمیگرده، به اون سرشتش برمیگرده. یک موجود فقط در چه صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست؟ جوابش هم اینه، در صورتی که ذاتاً موجود باشد. در این صورت چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز پدید آورنده نخواهد داشت، همواره بوده و همواره هست و خواهد بود. پس چه نتیجه میگیریم؟ با توجه به دو مقدمه زیر نتیجه میگیریم که ما و پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن خود نیازمند به آفریننده ای هستیم که خودش پدیده نباشه و سرچشمه هستی باشه. تمام. این وجود برتر خداست. یه چیزی هم بهتون میگم، تو تستا قدیم میومد، حالا الان جدیدن نه. بچه من و شما موجودیم، یعنی یه روز نبودیم الان هستیم. میری مغازه نمیشه بستنی یخی موجود است، یعنی تا دیروز نداشتیم امروز آوردیم. اما خدا وجوده، ما هم موجودیم، یعنی نبودیم الان هستیم. خدا بوده و هست و خواهد بود، میشه وجود. این هم از این میگه، همونا رو خلاصش اینجا بنویس، میشه ما و این جهان وجودمان از خودمان نیست. اینها اینی مقدمه یک، ما و این جهان پدیده هستیم که وجود و هستی ما از خودمان نیست. همین رو بنویس، ما و این جهان پدیده هایی هستیم که وجودمان از خودمان نیست. موجوداتی که دقیقا همینه میگه، موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست برای موجود شدن نیازمند به آفریننده هستن که خودش باشد. اینها دقیقا همین هم نیست، موجوداتی که وجودشان خودشان نیست برای موجود شدن نیازمند پدیدآورنده هستن که خودش پدیده نباشد. یعنی برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده هستن، نیاز برای موجود شدن نیازمند پدید
آورنده‌ای هستند که خودش پدیده نباشد. اینها که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد، که خودش پدیده نباشد، پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه را اینها این بالا مینویسیم. پس نتیجه میگیریم خط آخر، ما و همه پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن خود با آفرینده نیاز داریم. همینجا بنویس. نتیجه میگیریم، نتیجه ما و پدیده های جهان برای هست شدن، این اونم میخوام بنویسم، ما و پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن خود با آفریننده ای نیاز داریم. به آفریننده ای نیاز داریم که خودش پدیده نباشد، که به آفریننده ای نیاز داریم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد. اون کیه؟ خداست. تمام شد رفت. اون وجود برتر خداست. اون وجود برتر، اینا می نویسم، اون آن وجود برتر خداست. تمام. به همین سادگی. این خلاصه، تازه این خلاصه‌شه. اما پاسخ به سوالات شما، بچه های ریاضی و تجربی در کنکور پاسخ سوالات شما نمی آید، اما این الان برای بچه های انسانی جز متنه. بچه ها این برخی می پرسن چرا موجودات این جهان باید به آفرینده نیاز داشته باشند اما خدا آفرینده به خالق نیاز نداشته باشد. در پاسخ می گوییم اگر با دقت بیشتر استدلال بیان شده در صفحه قبل مرور کنیم متوجه میشیم که جایی برای تر این سوال نمونه. چرا؟ بچه ها اون استدلال نمیگه که هر موجودی به آفریننده نیاز دارد. دقت کردید؟ اگر کسی این رو بگوید باید نتیجه بگیم که خدا هم به آفریننده وقت نیاز داره. اصلا یه حرف ما نمیزنیم. این حرف اصلا نتیجه چنین حرف این است که هیچ چیزی بود وجود پیدا نکند. چرا؟ چون هر موجودی که ما فرض کنیم باید قبلش چه موجود دیگه باشه که اونو پدید بیاره. این سلسله رو تا بی نهایت باید پیش ببری. به این میگن چی؟ به این میگن تسلسل علت‌ها. اینها به عنوان مثال در ساختار یه ساعت ممکنه ده ها چرخنده وجود داشته، هر کدوم بعدی رو بچرخونه، چرخنده اول، دوم، سوم، خب اینا به طور تا آخر. بعد متوجه میشید که موتور درون ساعت علت اصلیه. اون موتور برای حرکت خودش نیاز به هیچ چرخنده‌ای نداره. حالا فرض کنید این تعداد چرخنده‌ها بی‌نهایت باشه، همه در حال چرخیدن، آیا امکان داره که زنجیره این چرخ‌ها به هیچ موتوری وصل نباشه؟ نه، نمیشه. اصلا نمیشه. آیا امکان داره زنجیره؟ اصلا نمیشه. چنین چیزی غیر ممکنه اصلا. یعنی امکان ندارد بی‌نهایت چرخنده‌ها در حال چرخیدن باشن، هیچ محرک یا موتور مستقل و بی‌نیاز. من با این کلمه کار دارم، مستقل بی‌نیاز، سبب ایجاد حرکت در اون هم نباشد. این همون مفهوم تسلسل علت هاست. سوال میدم تو امتحان نهایی مفهوم تسلسل علت ها را توضیح دهید. فقط بچه ها انسانی بنویسن. این سلسل علت ها و معلول ها تا بی نهایت بره، هیچ کدوم به علت نخستی ختم نشه، اصلا نظر عقلی محاله. با توجه به این نکته عقل نمیگه که هر موجودی، ببین عقل نمیگه هر موجودی به آفرینده نیاز داره. هر موجودی نه، خدا به آفرینده نیاز نداره. همونجوری که نمیگه همه چیزای اینها، همه چیزای شیرین، خود شکر و قند نیاز به شیرین دارن؟ نه ندارن. بلکه ذهن ما
اگر موجود رو ببینه که قبلا نبوده الان هست و میگه پدیده و حتما آفریننده داره، همانطور که ذهن ما نمیپذیره یک پدیده بدون پدید آورنده باشه. بچه ها همه معلول ها علت داره، قبول، اما یادت باشه خدا علت العلله. کجا بنویسم یادت بمونه؟ خداوند علت العلله. تو تستا اگه دیدید همه قبول، همه معلول علت داره. این خودش الان ما معلولی، پدرمون علت، همین پدری که برای ما علته برای پدر بزرگمون معلوله، همه اینا درست، قبول. اما نکته ای که میخوام بگم اینه، چیه؟ اینه که خدا چی؟ خدا علت العلله، تمام. خب بریم بالا. نیازمندی جهان به خدا در بقا، همون حرفایی که من زدم الان کتاب آورده. شما حتما نام مسجد گوهرشاد را در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام شنیده اید، شاید بارها آن را دیده و در آن نماز خوانده اید. بچه های مشهد قطعا، خیلی از شما هم همین، هر جا ایران بودید انشالله که خودتون رو به امام رضا تعالی رسوندید. یکی از این مسجد، یکی از شاهکارهای هنر ایرانی بازمانده از دوره خیلی نامردی، اگه این سوالو بدن ولی میتونن بدن، تیموریان خیلی نامردی ولی میتونن سوال بدن و جاذبه زیادی برای گردشگران و زائرانه. این مسجد باشگاه همچنان باقیه اما از معمار و بنا فلان خبری نیست. سوال، آیا رابطه خدا با جهان مانند رابطه بنا با مسجد است؟ خیر، توضیح دهید. بچه های گل، آره دقیقا با شما. حالا میخوام چیز دیگه بهتون بگم. الان فرق بین بنا و ساختمون با خدا ما چیه؟ اولیشو گفتم، بنا ساختمونو به وجود میاره، خدافظی میکنه، میره، درسته؟ اما خدا نمیتونه ما رو به وجود بیاره، خدافظی کنه، بره. حتی در مرحله بقا هم به خدا نیاز داره. این یک. دو، بنا اجزای ساختمون رو به وجود نیاورده، گچ و سیمان و آهن و خاک و چوب و اینا بنا به وجود نیاورده، بنا فقط اینا کنار هم چسبونده، درسته؟ اما خدا جهان رو به وجود آورده، از نیستی هستی آورده، حتی خود بنا رو هم خدا به وجود آورده، حتی چوب هم خدا به وجود آورده. توجه کردی؟ پس خدا از نیستی هستی آورده، اما بنا فقط اینا رو کنار هم چیده. همین کتاب همینا میخواد بهت بگه. بریم سراغ کتاب. اگر اندکی دقت کنیم در میام یک تفاوت بنیادین. این تفاوت بنیادینه، یک تفاوت بنیادین هست. مسجد گوهرشاد از مسائل ساختمانی، خاک و سنگ و گچ و چوب تشکیل شده که هیچ کدوم از آنها را بنا به وجود نیاورده. هر یک از این مساله خواصی دارن که بنا اونها، این بچه ها بنا خواص سیمان را به وجود نیاورده، بنا نه چسبندگی گچ را به وجود آورده، نه سختی و استحکام سنگ را. فقط بنا چیکار کرده؟ بنا نه اجزای ساختمان پدید آورده نه خواستشونو. سوال پس اینه، کار بنا چیست؟ کار بنا فقط جابجا کردنه، چینشه. کار بنا چیست پس؟ فقط جابجا کردن، چینش. اما خدا خالق سنگ و گچه و خواستشه و حتی خالق خود بناست، یعنی هم اینو خلق کرده، هم خواستش و هم خود بنا رو. برای این اساس وجود بنا و نیز وجود مساله و خواصش همه وابسته به خداست. خدا هر لحظه اراده کنه اون رو به میبره و ساختمان متلاشی میشه. به همین جهت جهان همواره و در همه حال به خدا نیاز داره. خدا بچه ها واجب الوجوده. من و شما ممکن الوجودیم. یه گوشه باید این رو یادداشت کنید. بالاخره تو تستا اگر دیدید یادتون باشه خداوند واجب الوجود است. انسان ها چی هن؟ انسان ها
ممکن الوجودن، یعنی ممکنه باشیم ممکنه نباشیم، اما خدا نمیشه نباشه. خدا واجب الوجوده، باید باشه، نمیشه نباشه. خدا نباشه هیچی نی. خدا هر لحظه اراده کنه میتونه اون عبدین ببره، ساختمون رو متلاشی کنه. به همه جد جهان همواره و در همه حال به خدا نیاز داره. این نیازمندی هم هیچگاه قطع نمیشه. سوال بعدی اینه، رابطه خدا با ما مثل رابطه چیست؟ رابطه خدا با جهان. بچه هم مثل رابطه ساعت ساز و ساعته، مثل رابطه نجار و نیمکت و مثل رابطه بنا و ساخت. پس مثل چیه؟ مثل تا حدی شبیه رابطه مولد برق با جریان برق. شما مولد رو قطع کنی جریانم قطع میشه. الان من موندم، الان میترسم کیلدار بزنم بچه. الان اینه، الان من اینو قطع بکنم، ببین ببین قطع شد. ببین ممکنه من روشن کنم اینا روشن نشه، لامپش سوخته باشه، خدا باشه ما نباشیم، اما نمیشه خدا نباشه. خدا نباشه هیچی نی. خدا واجب الوجوده، باید باشه، اما من نبودم نبودم، تو نبودی نبودی. اینم از این. بنابراین مسجد با ساخته شدن بنا بی نیاز میشه. مسجد با ساخته شدن بنا فقط در یک مرحله، یعنی به این میگن نیازمندی یه مرحله ای. اما موجودات چنین نیستن، پس از پیدایش بازم به خدا نیاز دارن همچنان، یعنی برای بقا. این همچنان یعنی بقا، بقا هم به خدا نیاز دارن. از این رو دائما با زبان حال به پیشگاه خدا عرض نیاز میکنن. چی میگن به خدا؟ انقدر قشنگ زبان حالشون رو مولوی انقدر قشنگ میگه. زبان حال موجودات مولوی میگه، ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست. یعنی چی؟ یعنی من خودم از خودم هیچی ندارم. میگه ما چون کوهیم و صدا در ماز. یعنی چی؟ بچه رفتید کوه، میگی سلام، صدا در میگرده سلام، کوه صدا میکنه، نه صدای خودمه. میگه من از خودم هیچی ندارم. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم های ما، هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم. علم یعنی چی؟ یعنی پرچم. شیر رو پرچم رو دیدید حمله میکنه، این شیر رو پرچم حمله میکنه، حمله من از باد باشد دم بدم. میگه من از خودم هیچی ندارم، هر چی دارم از تو دارم. من پرچم اینجا پیدا نمیکنم، وگرنه دیدی شیر رو پرچم این حمله من یعنی من از خودم هیچی ندارم. من دستم میبینی میارم بالا، من میبینی این صندلی رو قدرت دارم بلند میکنم، من این قدرت از خودم ندارم، همه رو از خدا دارم. این اوج نیازمندی رو نشون میده، اوج نیازمندی مخلوقات به خدا. کشتگیر دیدی؟ کشتی چون ورزش پهلوانیه، توش ادب و اینا خیلی زیاده، بیشتر از هر ورزش دیگه وقتی قهرمان میشن چیکار میکنن؟ سجده شکر به جا میارن. میگه خدا من از خودم هیچی ندارم، هر چی دارم از تو دارم. این زور بازو رو تو به من دادی خدا، یعنی ما چون ناییم و نوا در ما ز توست. بچه این چی رو میخواد بگه؟ این اوج نیاز، این اصلا میخواد نیازمندی موجودات به خدا رو میخواد بگه. اصلا پیامش اینه، پیام بیت، پیام این چهار تا بیت اینه، اوج نیازمندی موجودات به خدا. ما هیچی از خودمون نداریم، حمله من از باد با. وای پسر ببین اینجا رو نگاه، اعوذ بالله من شیطان رجیم. یا ایها الناس، ای مردم، خطاب عامه یا خاصه؟ خطاب عامه یا خاصه؟ عامه. ای مردم، بله بله، انتم الفقراء الی الله، همتون فقیرید به خدا. الف لام رو میبینی؟ معرفه بودن رو میبینی؟ این اوج فقر رو میرسونه، این اوج فقره، اوج فقر رو میرساند. انتم الفقراء الی الله،
والله و الغنی الحمید. بچه ها ما فقرمون فقر ذاتیه، یعنی ما اصلا فقر فقر ذاتیه و این غنا غنای ذاتیه، غنای ذاتیه. خدا بی نیازه، خدا اصلا نیاز نداره به هیچکی. غناش غنای ذاتیه، ذاتن بی نیازه. هله غنی، غنای ذاتی داره خدا. هله ما هممون فقیریم به خدا، ما هیچی نداریم از خودمون. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم. ببین هر چی تو آسمان و زمینه هر لحظه داره از خدا درخواست میکنه، خدا خدا ما چون نائیم و باریکلا. یعنی میخوای بگی؟ دقیقا میخوام بگم با اشعار بالا ارتباط محتوایی داره. یعنی دقیقا میخوام بهت بگم همین کارو انجام بده. ما چون نائیم و نوا در ماز توست، اینم با اینا ارتباط داره. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. یسأله هر آنچه بعد این کل یوم هو فیشه. او همواره دستن در کار امریه. فکر میکنید چرا موجودات پیوسته به خدا درخواست میکنن؟ بچه ها چرا پیوسته؟ چون دائما در همه حال به خدا نیازمندن، چون دائما به خداوند نیازمندند، نیازمندند. یه سوال دیگه بگو، این نیازمندی شامل چه چیزایی میشه؟ من تو چه چیزایی به خدا نیاز دارم؟ الان یکی میگه همه چیز، درست میگی، اما دیگه علمی بگو، من در دو تا چیز به خدا نیاز دارم. چه چیزایی؟ من در دو مرحله، یک در پیدایش، دو در بقا. نگو در همه چیز، در پیدایش و بقا من به خدا نیاز دارم. حضی کردی؟ چرا خدا هر لحظه دستن در کار امریه؟ چون یه لحظه رابطه ما با خدا قطع بشه همه چی قطع شده. چون هر لحظه خداوند داره یه کاری انجام میده. اینم از این. خب هر لحظه خداوند داره یه کاری انجام میده. چرا خداوند هر لحظه دستن در کار امریه؟ چون نیازمندی دائمیه. چون با یه رنگ دیگه بنویسم، چون نیازمندی، اونم چون نیازمندی به خدا دائمی می باشد و لحظه به لحظه به خدا نیازمندیم. تو چی به خدا نیاز داریم؟ پیدایش و بقا. خب اینم از این. امیدوارم که این قسمت از درس رو، نصف درس مونده، یه آنتراک بریک اما ما میگیم استراحت. هر کی چیزی میگه، یه استراحتی داشته باشیم. دقایق دیگه در خدمت شما خوبان خواهم بود. تا بچه ها بریم بیایم. یا علی.